چیز دیگه هم میل نمی کنم؟ نه. رخدادهای جهان، ویژگی های زندگی اجتماعی، اعتقادات، فرهنگ و تمدن جوامع بشری در سینه تاریخ نهفته است. این مجموعه که تلاش شبان روزی گروهی از محققین و کارشناسان امور اجتماعی تحقیق آن را ممکن ساخته، نگاهی دارد کنجکاوانه به گسترش انحطاط اخلاقی در جامعه ایرانی و سرسپردگی به فرهنگ منحط بیگانه در سالهای قبل از انقلاب. بریم. پولوس پنج پوت. 20,000. شب بخیر قربان. بیست تای دیگه من نیستم، برای من زیاده. فول دام جان، جان کاره آس. من دیگه برای امشب بسمه. شب بخیر. آخا بالاخره اومد. چطور شد؟ تا حالا سابقه نداشت؟ عجیبه. خودش تنهاست؟ بله آقا، کسی باش نیست. چیزی هم گفت؟ نه آقا. چه اینطور؟ Thank you.
آقا رو باش، من حس میکردم دستش باید خیلی 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 باشه. تلفن شما رو میخواد قربان. منو بله اونجا بله بسیار خوب الان برمیگردم. آقا امیر نیست؟ نه جمعش کن. موفق شدی؟ بله قربان در هتل هستم. طبقه چندو؟ اونجا باید رستوران باشه. طبقه اول؟ و شاید با کسی قرار ملاقات داره. چشم برمن اطاعت میشه. باشه اومدم. بارها من بهش تذکر دادم ولی بخاطرش نمیاد. هر چی فکر میکنه میبینم که اجازه است؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. چی میل داری قربان؟ یه نوشیدنی. بله قربان. میشناسی؟ نه تا حالا ندیدمش. قیافش خیلی به نظرم آشنا میاد. جدی؟ آره شکل مارلون براندوه. تو هم که همه چی رو به شوخی میگیری. شوخی چیه؟ من دارم حقیقتو میگم جون خوده. عوض خوردن مغزتو به کار بنداز. هر نسلی ذائقه خاص خودشو داره. نسل امروز همه چیزو نمیپسند آقای احتشو، دنبال چیزی میگرده که بیشتر هیجان زدش کنه. من هیچ شکی ندارم، کاملا با شما موافقم، اما مشکل مقدارشه. اگه بتونین کمش کنین قضیه حله. یک تن برای شما مقدار زیادی نیست. برای شروع زیاده. محصول جدید بازار جدید میطلبه. برای پیدا کردنش خیلی وقت میخواد. این محصول در کشور شما امتحان خودشو به نحو احسن پس داده. خودتون که بهتر میدونی. در این مورد کاملا حق با شماست. ممکنه طریق پرداختشو بفرمایید؟ 50% اول، 50% رو هم موقع تحویل جنس. جنسو کجا تحویل میدین؟ بچه ها کجا هستن؟ تورج خوابیده. ایرجم دیشب نیومده خونه. نیومده خونه؟ نه زنگ زد گفت خونه یکی از دوستام هستم، میخواییم با همدیگه درس بخونیم. مگه تو خونه خودش نمیتونه درس بخونه؟ اون دانشجوی حقوقه، بچه که نیست بخواییم براش تعیین تکلیف بکنیم. سلام. سلام.
من از بابت ایرج خیالم راحته. صحت خواب؟ میدونی ساعت چنده؟ روز 12 نشده. دیشب ساعت 1 تشریف آوردن خونه. ساعت 1؟ میشه بگی تا ساعت 1 بیرون چه غلطی میکردی؟ عروسی یکی از دوستان بود، ما هم رفتیم. پریشب و پس پریشبم عروسی دوستات بود. حالا اومدیم یه لقمه صابونه بخوریم ها. وقتی شما ساعت 3 تشریف میارین خونه، تکلیف بچه هاتون هم معلومه. منو که میبینی هزار تا کار و گرفتاری دارم، نمیتونم که سر شب بیام خونه. آخه این کار و گرفتاریه تو کی تموم میشه؟ به خشکی شانس حداقل هفته یه روزم نمیتونیم هممون دوره هم باشیم. اومدم مسته. دارن چراغ میزنن. آره باید خودشون باشن. شما همین جا بمونید. چشم. شب بخیر مستر. دیر که نکردم. درست سر موقع اومدی. باید اعتراف کنم که اصلا انتظارشو نداشتم. چقدر هست؟ 250,000. من هفته آینده با شما تماس میگیرم و تاریخ تحویل جنس رو به شما اطلاع خواهم داد. متشکرم مستر. Let's go. فقط نگات به اونجا باشه. نگاه میکنم. با یک ضربه از من خوب بگم. عالی بود. گفتم فقط نگات به اونجا باشه. با اجازه شما. خواهش میکنم. روز بخیر جناب سرخی. روز بخیر. چه خبر؟ خبر مهمی براتون دارم. خب بگو ببینم چی هست. آقای احتشام رفته تو خط هروئین. این خبر رو شنیدی یا موثقه؟ اگه مطمئن نبودم موثقه، بنده جسارت نمی کردم مزاحمتون بشم. حالا چی؟ تحت نظره یا نه؟ بله قربان، هیچ جای نگرانی نیست. همه چیز رو به راست. آفرین. الحق دست پرورده خودم. بر منکرش لعنه. آفرین. خب یک بار دیگه.
همین الان اطلاع دادم محموله رو تا 48 ساعت دیگه تحویل میدم. بسیار خوب، تو و جواد مراقب باشید، هر خبری هم شد فوراً به من اطلاع بده. چشم آقا، خیالتون جمع باشه، امری نیست. نه، خداحافظ. تعظیم عرض میکنم قربان، تجلی هستم. آن سرهنگ، چه خبر؟ حدس من درست بود قربان، احتشام در صدد وارد کردن هروئینه. مگه اون احمق نمیدونه نباید لقمه بزرگتر از دهنش بگیره؟ چرا قربان؟ خودش میدونه که نباید این کارو بکنه. پولو از کجا تهیه کرده؟ اطلاع ندارم قربان. خودت باش تماس بگیر و هرچی هم پول خواست در اختیارش بذار. من قربان؟ بله شما. یه میلیون تومن پول میخواد قربان، من از کجا بیارم؟ ایرادی نداره، میتونی از حساب من برداشت کنی، منتها باید به هر نحوی شده از محل تحویل جنس مطلع بشی، در غیر این صورت به حساب خودت گذاشته میشه. روشن شد؟ بله کاملا. سروان، سروان. بله قربان. این کی بود با احتشام صحبت می‌کرد؟ احتمال قوی باید اکبر باشه، یکی از اون دو نفری که اون شب تو هتل بودن. جواد کیه؟ نمیدونم قربان، ولی اگه بخواین تا فردا هویتش رو معلوم میکنم. فوراً اقدام کنید. چشم اتحاد میشه قربان، ترتیبشو میدم. آفت نداره مادر، خودتو ناراحت نکن. پسری بی‌ادب پرشو، بالاخره آخرش کار دست خودش میده. عجب کله خریم، بالاخره خودشو به کشتن میده. از تو بزرگتره؟ نه دوقلو هستیم. چه خوب درس میخونه؟ تا شیشان بخونده، از وقتی دید نمیتونه درس بخونه ول کرد. خب کجا بودیم؟ این عکسا رو به ترتیب گذاشتم، پشتشون هم شماره زدم. ببینم اینا چند تاست؟ 24 تا. برای شروع نمایشگامو خوبه. خیلی عالی شد، بهتون قول میدم که مثل توپ صدا کنه. این که چیزی نیست، یه سریش هنوز چاپ نشده، اونا رو ببینین گریه‌تون میگیره، اکثرا زیر 10 سالن. بیچاره. خب این مثلا چند سال داره؟ کدوم؟ این پسره؟
اون 8 سالشه. اون پسر بچه هم که تو بغل مادرشه معتاده. این؟ آره 2 سال و نیمشه. تفلک. بده ببینم. خیلی دردناکه. اگه بذارن این نمایشگاه پا بگیره براشون آبرو نمیمونه. جمعش کنیم. دیگه منم مادر براتون میوه آوردم، درو باز کن. بیا. دست درد نکنه. بسه مادر، چقدر درس میخونین؟ یه خوردم استراحت کنین، از بین میرین. برای استراحت وقت زیاده. خیلی معذرت میخوام مادر، اگه یه چند تا چایی هم بیارین بد نیست، خیلی ممنون میشم. باشه مادر، الان براتون میارم. بچه ها میوه. بند خدا مادرت، فکر میکنم ما از صبح تا حالا داریم درس میخونیم. از صبح تا حالا 6 دفعه از ما پذیرایی کرده. بخور بخور دیگه، بخور. چیز مادرت دستش درد نکنه، ما که شرمنده شیم. نبانه شب احتشام اینجا نایه بده. والا یه چند روزیه که ما ندیدیمش. والا منم همینطور. بسیار خوب، ادامه بدید. در خونه احتشام کسی رو گذاشتی یا نه؟ بله قربان، یه نفر رو گذاشتم. ازت میخوام تمام رفت و آمده شبانش رو زیر نظر داشته باشین. هیچ چیز از من پوشیده نمونه. چشم برم. دیگه امری نیست؟ نه. یه شب که خدمتکار نیست آدم کلی کلافه میشه. بازم طبق معمول یه نفر غایبه. آرزو به دلم موند برای یه دفعه هم که شده هممون دور یه میز جمع بشیم. مادر تو رو خود خودتون رو ناراحت نکنی، شما هم چه آرزوی کوچیکی دارین ها؟ پسرم برای یه مادر آرزوی بزرگیه. شما مردا هیچ وقت نمیتونین اینو درک کنین. باور کنین اگه درسای دانشکده نبود سعی میکردم خواسته های شما رو برآورده کنم. ممنونم ازت مادر. ای کاش دیگرانم مثل تو فکر میکردن. اگه ممکنه سوال و جواباتونو بذاریم برای بعد از شام، غذاتون داره سرد میشه. شما راحت بشه، تلفن با من کار داره. آقا اگه ممکنه یه خورده با بچه هات خودمونی تر باش. بگو بخند، هی مثل غریبه ها باشون رفتار نکن. چی کار باید میکردم که تا به حال نکردم؟ من اینقدر گرفتاری دارم که حتی خندم از یادم رفته. میشه بفرمایین گرفتاریاتون چیه؟ وقتی که نمیتونین کمکم کنین دونستنش چه فایده ای داره؟ از کجا معلومه؟ شاید تونستم کمکت کنم. من 1,000,000 تومان پول احتیاج دارم، دارین بدین؟ 1,000,000 تومان؟ برای چی میخوای؟ میخوام 1,000,000 هکتار زمین بخرم. زمین؟ زمین میخوای چی کار؟ پرویز خان بود، میگفت قرار فردا ما یادتون نره. این یکی از همون 2 نفره که در حال حاضر با احتشام همکاری داره. اسمش اکبر نادریه.
48 سال سن داره. دو بار ازدواج کرده. صاحب 3 فرزنده. 3 بار به جرم داشتن مواد مخدر و شرارت دستگیر شده. و 4 سال و نیم محکومیت داشته. این یکی جواد رضایی پوره. 36 سال سن داره. متأهله. صاحب 2 فرزنده. 1 بار هم به جرم داشتن مواد مخدر و درگیری با مأمورین به 2 سال حبس محکوم شده. نه. این یکی مناسب تره. قبل امشب عملیاتو شروع کنید. چشم رو. میخوام فردا دست پر بیای دفتر من. اطاعت میشه. بله. خدا هستم. بله بله. بسیار خوب. بسیار خوب. میریم پیسته. یه راه. باشه موافقم. برو اوبدا. چه اتفاقی افتاده؟ نفهم. من نواز بفهمم چی شده؟ بعدن میفهمی. برین تو بچه ها. همه جا رو با دقت بگردیم. اطاعت کن. چیزی نیست. تو مراقب بچه باش. دخالت نکن. خدا مرگم بده. مگه کار خلافی کردی؟ مامان. مامان. نه ترس مامان جا. از تو اون اتاق پیداش کرد. یعنی چه؟ سردر نمیارم ما؟ تو با ما میاد مامان جون. چرا جناب سروان؟ به خودم مال ما نیست. خودتو با اون را نزد ببرش. مواظب بچه باش. مواظب خودت باش. بلم کنه. بچه کاری نکردم. ببرش تو برسون دستم دستم باشو ببینم دست رو مأمور بلند میکنی ها بشونش رو صندلی تا حالیش کنم ببرش
مثل بچه آدم بگو قراره کجا محموله رو تحویل بگیرم. دست از سرم وردارین. خودتو به اون راه نزن عوضی. به جای وقت تلف کردن بهتر جواب درست به ما بدی. به خدا من نمیدونم شما راجع به چی صحبت میکنه. وقتی تموم استخوناتو دونه دونه خورد کردم یواش یواش میفهمی. ببخشین قربان، جناب سروان میگم بیارنش بالا. بلاشو بلاشو زود باش. آخ دست تمام پا. خودتو به موش مردگی نزن. بشونیدش رو صندلی. بتونم. بسیار خوب، شما میتونید برید. بله. چرا اینقدر سرسختی نشون میدی؟ فکر میکنی چقدر دیگه بتونی طاقت بیاری ها؟ من هیچی نمیدونم. اون بسته مال من نی. نمیدونم کی تو خونم گذاشته. انتظار داری باور کنم؟ آره؟ میدونی یک کیلو هروئین چه قیمتی داره؟ آخه کدوم آدم احمقی حاضر میشه به خاطر دشمنی با تو چنین ضرر هنگفتی به خودش بزنه؟ مگه این که پای میلیون ها تومن پول در میون باشه که به خاطر استفاده بخواد تو رو از سر راه خودش برداره؟ حالا سریع هم به من بگو ببینم آیا چنین شخصی وجود داره یا نه؟ چی بگم جناب زربان؟ هرچی فکر میکنم میبینم زندانی شدن من به نفع ایشکی نیست. بسیار خوب، حالا که اینطوره پس بدون حداقل 15-20 سال زندان در انتظارته. جناب سروان، به جون بچه هم من بیگناهم. که اینطور؟ یه سوال ازت میکنم، اگه درست جواب بدی بهت قول میدم تمام حرفاتو باور کنم و ترتیبی بدم که همین امشب آزاد بشی بری سر خونه زندگیت. فقط باید قول بدی راستشو بگی. خب نظرت چیه؟ هرچی شما بگین جناب سرمان، قول میدم. خیلی خوب، حالا بگو محموله هروئینو کجا میخوان تحویل بگیرن؟ من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. من عادت ندارم یه سوال رو دوبار تکرار کنم. تو باید چندین سال از بهترین سالهای زندگی تو پشت میله‌های زندون بگذرونی. خب من دارم بهت ارفاق میکنم، ولی شرطش اینه که جواب سوال منو درست بدی. حالا به من بگو کجا قراره این محموله هروئین تحویل گرفته بشه؟